نام خدا، با عرض سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند به بخش دیگری از برنامه تحقیق و تشریح آیات قرآن می‌پردازیم. آیه مورد نظر آیه شماره 221 از سوره دوم قرآن، سوره مبارکه بقره، البقره در قرآن است. کامپیوتری که جلوی من هست موقتا خاموش شده تا دو مرتبه روشن بشه و به کار بیفته. به سوالات شما و تذکرات شما در فیسبوک هم گاه گاهی نگاه میکنم و اگر که سوالاتی باشه که مربوط به این مبحث باشه توضیح رو ضمن طرح‌های تقدیم میکنم و الا سوال رو متذکر میشم که بدانید دریافت شده و به موقع خود به اون پاسخ میدم. آیه شماره 221 موضوع برنامه رابطه ایمان و ازدواج. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن. ولا تنکح مشرکات حتی یؤمن. ولعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبتکم. ولا تنکحوا مشرکین حتی یؤمنو و لعبدل مؤمنو خیرون من مشرکن ولو اعجب کم اولائک یدعون الی النار والله يدعو الى جنته والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ونكاح وازدواج نکنید. نکاح و ازدواج نکنید با زنان مشرکه، حتی تا اینکه و یا مگر زمانی که به توحید ایمان بیاورند. متشکرم اتاق فرمان. و امت مؤمن بهتر از زن مشرکه می باشد، حتی اگر و یا هرچند که زن مشرکه شما را به شگفتی و تعجب و عجز و ناتوانی و حیرت و بیرادگی و تسلیم و تصدیق و تابعیت وادار نماید و باعث بشود. در متن آیه میگوید که ا جبت کم، اگر تو را به عجب، به تعجب بیاورد، به اعجاب بیاورد، موجب تعجب تو بشود، موجب حیرت تو بشود، مبهوت بشوی، از خود بی خود بشوی، به لحاظ اینکه
از خود بی خود می شوی، در واقع تسلیم او بشوی، تصدیق کنی آنچه را که موجب حیرت تو می شود و تابعیت او را بپذیری. و این اعجابی که در تو ایجاد می کند، این شگفتی که در تو ایجاد می کند، این تعجبی که در تو ایجاد می کند، قدرتی به وجود بیاید که در مقابل اون قدرت عجز پیدا بکنی و توانی به وجود بیاید که در مقابل اون ناتوان بشوی و اراده و تحمیلی به وجود بیاورد که در مقابل آن تسلیم و بی اراده بشوی. عجب کن به این حالت شما رو به تعجب بیاره. میگه با چنین موجودی که ببینید چه تشریحی میکنه قرآن از زن، که میگوید زنی که در این حالت باشه که تو یک چنین ارتباطی با او پیدا بکنی و یک چنین احساسی نسبت به او داشته باشی و یک چنین حالتی در مقابل او داشته باشی، با این زن ازدواج نکن، نکاح نکن اگر که این زن مشرک باشه، و اگر تو با امت ازدواج کنی، که حالا امت رو بر این خاطر عربیش رو میگم که ترجمه فارسی این هست که با کنیزان، یعنی با کسانی که در جای دیگه ترجمه شده که شما میتوانید کنیز رو تصرف کنید، شما میتوانید کنیز رو مالک شوید و شما میتوانید که کنیز رو به عنوان ملک خودتون و به عنوان کالای مورد تصرف خودتون مورد تمتع قرار بدهید. میگوید که به این علت قرآن میگوید که اگر که بین شرک و ایمان دو زن در مقابل تو قرار گرفته، که یک زن اون مشخصاتی رو داشت که عرض کردم، که همه مشخصاتی رو داره از نظر مالی، از نظر زیبایی، از نظر جاذبیت، از نظر قدرت، از نظر ملاحت، از نظر ظرافت، هر چی که حساب بکنید، که قدرت هر نوع مقاومت رو در مرد میشکنه و از بین میبره. با چنین قدرت جذابیت و شگفت‌آور میگوید بین این و یک زنی که در واقع نوعاً یا زندانی توه یا اسیر توه یا محتاج توه یا در اختیار توه یا مجبور به کار کردن و ستم کشیدن و خدمت کردن و اینهاست، یعنی دو طبقه جامعه رو در کنار هم قرار میده، پایین ترین طبقه جامعه و بالاترین طبقه جامعه، اشرافی ترین طبقه جامعه و حقیرترین و نیازمندترین طبقه جامعه، زیباترین ظاهر جامعه در مقابل شاید زشتی نمیخوام عرض بکنم ولی کمبود جاذبیت و کمبود کشش و کمبود تحریک و کمبود تهییج در یک موجود انسانی، یعنی نیروی فراوان جذب یک آدم که هم شهوتت رو تحریک میکنه، هم قدرتت رو تحریک میکنه و هم برات افتخار به وجود میاره و هم در مقابل این سر تعظیم فرود میآوری، یک ابری از قدرت و عظمت روی تو ایجاد میشه و در تو چنان مجذوبیت ایجاد میکنه مثل براده آهن که با آهن جلب میشه، جذب میشه. به طور کلی قدرت جنسی و کشش جنسی بالاترین قدرت و بالاترین نیروی است که انسان داره، چه مرد چه زن، هیچ تفاوت نمی‌کنه و از این نیرو شدیدتر در انسان وجود نداره. هر کس هم که این رو معنی می‌کنه هم به خودش دروغ میگه هم به دیگران، و از همین ادا اطوارهای آخوندی است که در واقع جانماز آب کشیدن و ادا در آوردن نشان هست. این قدرت عجیب هم مخرب است هم سازنده است، ولی بالاترین قدرتی است که در انسان وجود داره
و بالاترین لذتی است که از کاربرد این قدرت تحصیل میشه. هر دو اینها با همه. قرآن میگوید در مقابل این نیاز و در مقابل این قدرت و در مقابل این لذت، در مقابل کسی قرار میگیری که در اوج و التیمیت به قول فرنگی ها قرار داره. یعنی دیگه بیشتر از این زیبایی نمیشه، بیشتر از این سکس نمیشه، بیشتر از این جاذبیت نمیشه، بیشتر از این ثروت نمیشه، بیشتر از این قدرت و کشش نمیشه که در اینجا ایستاده. تو هم در مقابل این ایستادی، در مقابل این عظمت که همه چیز او کامل و عظیمه غیر از ایمانش. این طرف نگاه میکنی یک شخص فقیره، حقیره، قیافه متوسطه، زحمتکشه، کارگره، رنجبره، بدهکاره، از طبقه پایین جامعه، ولی ایمان داره. این دوتا در مقابل تو هم قرار میگیره. توصیه نمیکنه قرآن در اینجا، دستور صادر میکنه، فرمان میده، میگوید که نکاح نکنید ولا تنکهو، ازدواج نکنید. حکمه. میگه شاید ازدواج بکنید، شاید نکنید، ازدواج نکنید بهتر، ازدواج بکنید همچینه. اینها رو نمیگه، مطلقا میگوید با این ازدواج نکن. میگه آخه خیلی زیباست، خیلی اینطوره، خیلی اونطوره. همه اینها رو خود قرآن ذکر میکنه در کلمه اعجاب و میگه با همه این که اعجاب آوره و هر اعجابی با خودش اعجاز هم میاره، هم تو رو عاجز میکنه، هم تعجب زده میکنه. همه اینها رو خدا میگه میدانم. خیلی زیباست، خیلی دست کشیدن ازش مشکله، اما با این وجود اون طرف قضیه که هست، این زیبایی های ظاهری رو ممکنه نداشته باشه، خیلی هم فقیره، ابزار و اسباب جاذبیت این رو هم نداره، نه قدرت داره، نه ثروت داره، نه پدرش رئیس پولانجاز، هیچ کدام اینها نیست. اتفاقا کلفت خانه شماست، خدمتگزار خانه شماست، لزومن اسیر شما نیست، برده شما نیست، ولی محتاج شماست، به نوعی در دست شماست، به نوعی تابع شماست. حالا اگر بگوییم که این مربوط به برده می شود که نمی شود، اگر که مربوط به برده بشود، خب در زمان ما که البته برده بیشتر است در آن، ولی اگر نباشد در یک زمانی برده، که خب این آیه قرآن درد به درد نمی خوره. این آیه قرآن مربوط به قیاس و برابر کردن و در مقابل هم نشان دادن دو قشر مختلف از جامعه بشره. قشری که همه چیز رو داره منهای اخلاق، و قشری که تقریبا هیچ چیز نداره غیر از اخلاق. یعنی در مقابل دو مورد، اگر موضوعات مثالی و فرعی رو کنار بگذاریم، اخلاق، ارزش اخلاق در مقابل ارزش بی اخلاقی قرار میگیره. این توضیحی که دادم به این خاطر بود که ما باید بپردازیم ببینیم که اون عاملی که باعث میشه یک تحلیل در مقابل یک تحریم قرار میگیره، یک حرام کردنی در مقابل یک حلیت و حلال کردن قرار میگیره، یک تحریم در مقابل تجویز قرار میگیره، یک امری مجاز میشه، یک امری حرام میشه، اون سوخت و عاملی که باعث این کار میشود زیبایی یا عدم زیبایی نیست، اونها همه چیزهای فرعیه. این زن دارای اخلاق، این زن دارای اخلاق نیست. و تو چه احساسی به اینها داری؟ بی مورد قرآن اون رو رد میکنه، هیچ اعتباری به اون نمیده. یا آخه آقای قرآن یا خانم قرآن، شما توجه داشته باشید که من بیچاره این هستم، حالا اخلاقم نداشته باشه نداشته باشه، من اصلا از این یکی بدم میاد، هیچ کششی به این ندارم، ولی من دیوانوار او رو میپرستم. میگوید که اصلا این احساس و عواطف تو، این حالات تو، نیازهای تو سنار به درد نمیخوره. یعنی تو نیستی که در اینجا مورد معاینه قرار میگیری، اخلاق در مقابل ضد اخلاق،
ارزش اخلاق در مقابل ارزش غیر اخلاقی و رابطه‌ای که اینها با هم دارن و وظیفه تو در قبال این دو رو قرآن در این آیه بیان میکنه و چقدر هم شیرین بیان میکنه. و نکاح و ازدواج نکنید با زنان مشرکه، مشرکات یعنی زن مشرک، زنهای مشرک، تا اینکه و یا مگر تا زمانی که به توحید ایمان بیاورند. و قرآن میگوید که برای کسانی که حالت امت دارن، حالت کسی رو دارن که در اختیار شماست یا خادم شماست یا خدمتگزار شماست یا کلفت شماست یا در دست شماست، قرآن میگوید که برای این افراد شما اونها رو اولویت بدهید و اونها رو برای ازدواج مقدم بدارید، برای نکاح نسبت به زنانی که شرح حال اونها گفته شد. و نکاح نکنید، ازدواج نکنید، به زنها میگه، با مردان مشرک، اون تنکه مشرکات در مقابل او از مشرکین استفاده میکنه. مشرکه زن مشرک هست، جمعش میشود مشرکات، مشرکات، و مشرک مرد مشرک رو میگویند که جمع او میشود مشرکین. و به زنها میگوید که نکاح نکنید و ازدواج نکنید با مردان مشرک تا اینکه ایمان بیاورند. و بعد میگوید که عبد مؤمن بهتر است از مرد مشرک، حتی اگر و یا هرچند که از او به شگفت و تعجب بیایید و یا حتی اگر موجب شگفتی و تعجب شما بشود. یعنی در این مورد کاملا نسبت به زن و مرد یک جور در اینجا حکم داده شده که چه زن و چه مردی که تو رو به اعجاب در میاره، تو رو بی اراده میکنه، متعجب میکنه، عاجز میکنه، ناتوان میکنه، بی اراده و تسلیم و صاحب تصدیق و تابعیت میکنه. در مقابل اینها زن و مردی که مطیع تو باید باشه، یعنی در یک جایی قرار گرفته که حالا افراد اینو ترجمه میکنند به عبد و به غلام و به کنیز و به این چیزها، ولی بیشتر دو طبقه ای که یکی بر تو مطاعه و یکی نسبت به تو مطیعه. یعنی شما در مقابل دو تا زن قرار دارید که شما مطیع این زن هستید، اما این یکی زن مطیع شماست. دو تا زن در مقابل شما هستند که یک زن مطاع بر شماست و شما مطیع او هستی، و زن دیگری هست که شما مطاع او هستی و او مطیع شماست. شما از این زن باید اطاعت بکنید، چون قدرتی که بر شما داره قدرت مطاعه، ولی به اون زن شما حکومت میکنید، به اون زن شما حالت مطاع دارید و اون زن مطیع شماست. یعنی بزرگترین قدرت رو در کمترین پایینترین ضعف در مقابل هم قرار داده قرآن، چه در مقابل زن چه در مقابل مرد. و میگوید نکاح و ازدواج بین این دو اگر ایمان نداشته باشند نباید با اونها، آدم با ایمان ازدواج کند. البته ما در آیه های دیگر قرآن داریم که هیچ کس رو خداوند از نعمت ازدواج بی بهره نمیگذارد و حتی کسی که زناکار است نیز حق ازدواج داره، حق ازدواج از زناکار برداشته نمیشه. میگوید ولی تو زناکار اگر میخواهی که یک زندگی خانوادگی تشکیل بدهی و میخواهی تابع من خدا باشی، تو یک زنی پیدا بکن که اون زن هم از خودت باشه که بتوانید با هم زندگی بکنید.
اگر قرار بود که زناکار رو سنگسار بکنن، دیگه حکم ازدواج در قرآن براش نمیاد که مردهای زناکار برای زنهای زناکار خوبن. خب اگه هج زناکاری رو بنو بود سنگسار بکنن که زناکار باقی نمیمان در جامعه که حق ازدواج داشته باشد. این هم پاسخ اون بینندگانی که گفتن خیر تو اشتباه میکنی، در قرآن تجویز شده که سنگسار بکنن غیر مستقیم. نه مستقیم نه غیر مستقیم در قرآن حکم سنگسار نداریم. همین آیه ای هم که الان بر میخوانم برای شما، اینو که تمام بکنم اون آیه رو شروع میکنم با وجود که ربطی به این آیه ها نداره، ولی در اونجا میگوید مردهای زناکار برای زنهای زناکار، زن و مردهای خوب و سالم و با ایمان و نجیب هم برای هم خوبم. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. یکی مثل خودت رو پیدا بکن، باش ازدواج کن. هم حق زندگی داره، هم حق حیات داره، هم حق ازدواج داره. ولی میگوید یک فرد با ایمان با یک فرد بی ایمان نمیتوانند اینها زندگی بکنند. ممکن است که جاذبه های جنسی یا جاذبه های دنیایی یا جاذبه های ثروت یا قدرت یا چیزهای دیگه یا شهوتی که چشم آدم رو کور میکنه، اینها عمرشون خیلی کوتاهه و اینها همه شیطانی هستند. اینها وقتی برطرف شد دو چیز در مقابل هم قرار میگیره. جاذبه جنسی و اینها بالاخره تخفیف پیدا میکنه دیگه، تا آخر عمر که با اون شدت باقی نمیمانه. اینها به محض اینی که چسب این کار وا رفت و این ارتباط و اتصالی که بر اساس نیازهای جنسی و نیازهای دنیایی برقرار شده، اینها وقتی فرو ریخت، خب این اتصال هم تمام میشه. همون طلاقی که میگویند، یعنی این چسبی که اینها رو با هم یکتا نگه داشته، اون پاره شده. چه وقت پاره میشه؟ وقتی که ارزش‌های مصنوعی فرو میریزه و ارزش‌های واقعی خودشون رو نشون میدن که در مقابل هم قابل جمع نیستن. یک آدم بی ایمان با یک آدم ایماندار نمیتواند در همه ارکان زندگی شریک باشد و زن و شوهر بشوند. حالا یا برای پول یا برای شهوت یا برای چیزهای دیگر، اونها وقتی اون عوامل اون فاکتورها سلب بشود، از بین برود، خالص وجود این دوتا در مقابل هم قرار میگیره و اصلا نمیتونن با هم زندگی کنن. این تنبیه نیست که قرآن معین کرده، این برای حفظ یک جامعه‌ای که در صلح و هارمونی زندگی بکنن دستور داده که افراد که با هم ازدواج میکنن بایستی که هم فکر باشن، ارزش هاشون باید با هم برابر باشه تا بتوانند یک زندگی سعادتمندی داشته باشه. یکی از کجا بود این میرنده ها بودن به نظرم برحال یکی دو تا کامنت بود که حالا من توی این کامپیوتر نمیتونم پیدا بکنم، بعد از تنفس پیدا میکنم و اگر که مربوط بود پاسخ میدم. به هر حال ایشان یعنی مشرکین یا مشرکات شما را به آتش میخوانند و به سوی آتش دعوت میکنند و باعث میشوند و الله دعوت می کند و می خواند خلق را به بهشت و به مغفرت و به اذن و به اجازه او شما به بهشت و مغفرت نائل می شوید و بیان می کند الله آیات خیش را این چنین برای ناس، برای ناس باشد که یادآور و متذکر به آن بوده باشند. در این آیه، در پایان آیه، روی سخن در ارتباط با ایمان با دین به خصوصی نیست و منظور از ایمان، ایمان به محمد و ایمان به قبول اسلام محمدی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب آیه رو در
قسمت پایانی آیه معرفی میکنه. بارها ما در این برنامه و برنامه های دیگر عرض کردیم که وقتی که شما قرآن رو میخوانید برای اینکه ببینید قرآن با کی حرف میزنه. درسته که قرآن با هر که حرف بزنه ما بهره‌مند میشیم، ولی گاهی از اوقات خوبه که آدم ببینه که قرآن واقعا با کی داره صحبت میکنه. نکنه که من جزء مخاطبین قرآن نیستم. مثلا بیشتر ما وقتی که با آیه هایی برمیخوریم که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که دارای ایمان هستی، زود باید بفهمیم که اون آیه مربوط به ما نمیشه. البته بخوانیم و بدانیم که آیه درباره ایماندار چه میگوید، ولی اشتباهی و خودمون رو جای ایماندار قرار ندیم، اونجا گمراهی ایجاد میشه. ولی ببینیم که قرآن در مورد ایماندار چه میگوید. قرآن مثلا در مورد فرض بفرمایید که صاحب شرکت مایکروسافت چه میگوید. خب این بد نیست که آدم قرآن رو بخواند و بفهمد که در مورد مثلا آقای ایکس در شرکت فلان چه میگوید. اما این دلیل بر این نمیشود که وقتی ما آیه قرآن رو خواندیم و دیدیم درباره بیل گیت صحبت میکنه قرآن، فکر کنیم که ما هم بیل گیت هستیم. نه، ما نیستیم. ما نه بیل هستیم، نه کلنگ، نه چیزهای دیگه. ما یک چیز دیگری هستیم، اون یک چیز دیگر. وقتی که قرآن راجع به امانت صحبت میکنه، راجع به ایمان صحبت میکنه، ما بفهمیم که ما کجا هستیم. مخاطب نیستیم. ما میتوانیم مطلع بشویم و میتوانیم متذکر بشویم با آنچه را که قرآن در مورد اون تعلیم میده. در اینجا قرآن میگوید که این آیه‌ای که من نازل کردم و همه این سخنانی که در مورد نکاح و ازدواج گفتم بین آدم با ایمان و آدم بی ایمانه، بین آدم با اخلاق و بین آدم بی اخلاقه. و ایمان رو هم در اینجا معین کرده که چگونه ایمانی است. میگوید که اصلا اسم نمیاره که شما ایمان دارید یا ندارید. میگوید اون طرف مشرک است. این طرف چیست؟ موحد. بنابراین اگر میگوید تو ما مشرک ازدواج نکن، روی سخن با کیست در اینجا؟ روی سخن با موحد است یا با مشرک است؟ گویند که اسم موحد در اینجا آورده نشده، ولی وقتی قرآن به مشرک اشاره میکند و میگوید تو با مشرک نکاح نکن، تو باید که باشی؟ تو باید از نقطه نظر شرک با او در اختلاف باشی. یعنی اگر او شرک میپرستد، تو باید توحید موحد باشی، معتقد به توحید باشی. بنابراین در آغاز این آیه روی سخن با موحد است که میگوید چه موحد زن باشد چه موحد مرد باشد، به شما دستور میدهم اگر شما تابع من هستید که با زن یا مرد مشرک، تو که موحد هستی ازدواج نکن. چرا ازدواج نکن؟ برای اینکه کسی که مشرک باشد در مقابل تو که موحد هستی، تو رو به آتش میکشه، زندگی تو به آتش میکشه و تو در جهنم زندگی میکنی. احتمالا او هم در جهنم زندگی میکنه. در واقع میگوید شما نسبت به دو نوع نگرش کاملا متباین به جهان هستی دارید. ارزش‌های شما با هم فرق میکنه، هدف‌های شما با هم فرق میکنه، روش‌های شما با هم فرق میکنه، تربیت‌های شما با هم فرق میکنه. شما در هیچ قسمتی با هم توافق ندارید. اگر دقت بکنید در واقع شمول وسعت دامنه توحید رو در روابط اجتماعی در قرآن ذکر میکنه که موحد بودن و توحید داشتن عقیده نیست، عمله. و شما در عمل وقتی که موحد هستید و اعمالی انجام میدید که مربوط به اعتقاد توحیدی شماست، با کسی که اعمالی انجام میده که مربوط به باور شرک اوست، این دو نوع عمل ارزش‌های مغایر رو در بر دارند و در زندگی که می کنید مرتب این دوتا ارزش ها با هم دیگه در استکاک
و در اصابت و در برخورد هستند، نکنید چنین. این بیان قرآن است و حرام کرده این کار. و در پایان آیه میگوید که کسانی که هر دو دارای ایمان توحیدی هستند، اینها وقتی با هم زندگی میکنند مانند این است که الله اونها رو به بهشت، به آرامش، به آسایش و به بخشش و گذشت دعوت میکنه. یعنی آدم هایی که با هم هم عقیده هستند از نظر توحیدی، از نظر هستی شناسی، نگرش به هستی، اینها اولا که به اون بهشت آرامش و آسایش و خوشبختی و سعادت میرسند و بعد هم اینها اگر اشتباهاتی بکنند، بالاخره همه آدم ها اشتباه میکنند، اگر شما اون پایه ها و استوانه های اتحاد عقیدتی رو داشته باشید، اگر اون مبانی پایه های استوانه های شاخص و بیان کننده هویت شما، هویت عقیدتی شما و هویت رفتاری شما با هم تطبیق بکنه، اشتباهات دیگه هر چه اشتباه بکنید، خود شما به اجازه خدا و به قدرت خدا که به شما داده در این توافقی که دارید، گناه های همون میبخشید و مغفرت ایجاد میشه، بخشش ایجاد میشه، تفاهم ایجاد میشه. این که در اینجا میگوید که والله یدعو، خداوند شما رو دعوت میکنه یا خود هدایت میکنه یا میخواهد خدا که شما به بهشت بروید، واقعا که خدا که جسمیتی نداره که در زندگی شما ظاهر بشه، از شما دعوت بکنه که بفرمید یک باقی هست به نام بهشت در اونجا وارد بشه. عملی که دو اخلاق در کنار هم انجام میده، تولید نیروی میکنه که اون نیروی خدایی است که برای اینها محیط خانواده رو تبدیل به بهشت میکنه و در این بهشت آرامش و آسایش و لذت و افتخار و اخلاق، اگر همزن و شوهر اشتباهی بکنند، چون راه اصلیشون یکیه و گاهی از اوقات در کارهای فرعی ممکنه که نگرانی یا کدورتی بین اینها باشه، بلافاصله رحمت الهی که مغفرت هست، قدرت مغفرت به اونها میده، اجازه مغفرت به اونها میده، هم میبخشن هم دیگر رو و هیچ وقتی از اینها گله‌ای به دل هم باقی نمیماند. و بعد چیز مهمی که در این آیه گفته شده است این است که و یبینو، و اینطور بیان میکنه خدا، اینطور روشن میکنه، نورافشانی میکنه اینها رو، خداوند استدلال میکنه و روشن میکنه. برای چه کسی روشن میکنه؟ برای مشرک؟ برای مشرکه؟ برای مؤمن، برای مؤمنه، برای موحد، برای موحده، برای هیچ کدام اینها و برای همه اینها، چون همه اینها رو جمع میکنه خدا، هم مشرک رو، هم مؤمن رو، هم موحد رو، همه اینها رو جمع میکنه. اول به صورت تفکیک و جداگانه راجع به اینها اظهار نظر میکرد که شما ازدواج بکنید نکنید، اون بالاست شما پایین هستی، همه اینها رو که گفتیم، ولی بعد همه اینها رو جمع میکنه دو مرتبه، همون مشرک هم موحد رو کنار هم میگذاره، چون اینها در یک چیزی با هم دیگه مشترک هستن. درسته که اون بی دینه، این با دینه، اون کافره، این چه میدونم غیر کافره، اون مؤمنه، اون مشرک، هرچه هستن، ولی در یک چیز با هم مشترک هستن، همه اینها انسان هستن. و خداوند اون اختلافات رو در پایان آیه کنار میگذاره، اینها رو در بعد انسانی با هم جمع میکنه و میگوید که بالاخره شما ها ناس هستید، مردم هستید، انسان هستید. و اینطور خداوند بیان میکنه و روشن میکنه برای نوع بشر، برای نوع بشر، گناهکار، بیگناه، مسلم، غیر مسلم، مؤمن، مشرک، ملحد، مفسد، هر که باشد ناس محسوب می شود. و
قرآن میگوید که برای ناس خداوند بیان میکند لعلهم یتذکرون. در آیه قبل گفت لعلکم تتفکرون، در این آیه میگوید لعلهم یتذکرون، باشد که تفکر کنند و باشند که تذکر کنند، تذکار کنند، به یاد بیاورند. چه چیزی رو به یاد بیاورند؟ چه کسی به یاد بیاورد؟ چه چیزی رو به یاد بیاورد؟ ناس به یاد بیاورند نقش اخلاق در نکاح رو به یاد بیاورند، که اگر دو طرف هم اخلاق نباشند، چون موحد چه فرقی با مشرک داره؟ هیچ فکر کردید؟ چرا نباید اینها با هم ازدواج کنن؟ خب من به عنوان مشرک میگویم که 5 تا خدا داریم، 2 تا خدا داریم، حالا مشرک خوبی هستم، من به 2 تا خدا قناعت میکنم. همسر من میگوید نه، 1 خدا بیشتر نیست. به نظر شما اگر فقط این در بعد عقیدتی باشد چه ایرادی دارد؟ که چون قرآن میگوید که تتفکرون، برای اینکه به فکر بیفتن. الان من به فکر افتادم دیگه، دارم فکر میکنم. یا در آیه بعدی میگوید که یتذکرون، میگوید اینها همه تعلیمات رو من برای این میدم که ناس، بالاخره من جز ناس محسوب میشم دیگه، حالا هر چی که باشم یه سر دو گوش هستم دیگه، ناس هستم. من هم تفکر میکنم و هم به یاد میارم و هم تذکار میکنم روی این موضوع، تذکر میپذیرم. بعد آن این به سر من اومده که خب من 2 خدا رو میپرستم، همسر من 1 خدا رو میپرسته، چرا خدا منو محروم کرده از ازدواج با او و گفته که شما نمیتوانید با هم زندگی بکنید، حرام کردم بر شما. حکمت خدایی من حکم میکنه، من شما ها را آفریدم، من میدانم که مشرک با موحد زندگی نمیتواند کرد. سوال این است که مگه مشرک چه میکنه؟ مشرک چه میکنه که نباید در نکاح با موحد باشه؟ در توضیحی درباره شرک داده میشه، و اینجا یادداشت بکنم که مطالب اونقدر زیاده که فراموش نشه، در این مورد سخن خواهیم گفت که به چه مناسبت قرآن حرام میکند. برای اینکه نجس هستند، برای اینکه همدیگر رو باید آب بکشند، یا برای اینکه وضو رو درست بگیرند، از بالا به پایین یا از پایین به بالا بگیرند، علتش رو پیدا بکنه. اما اهمیت این آیه در این است که روی سخن این آیه با ناس است و این اساس و پایه تعالیم قرآن رو توسعه میده و تسری میده به موضوعات بسیار بسیار مهم دیگر، که در امر نکاح قرآن راجع به ناس صحبت میکنه، به نوع بشر، به بادین، به بیدین، به کمدین، به چند خدایی، به یک خدایی، به بی خدایی، به همه اینها اشاره میکنه که نقش اعتقادات دینی و اخلاقی شما در ادامه یا عدم ادامه رابطه نکاحی شما چگونه است. این موضوع مهم روانشناسی و اجتماعی است که قرآن مطرح میکنه، و تحریم در اینجا دشمنی با هیچ کدام نیست، چون برخلاف اونجایی که میگویند قرآن گفته است که مشرک را هر کجا دیدی بکش و از بین ببر و گردن او رو ببر یا در چاه بیانداز یا چه بکن تا تمام بشن مشرکین دنیا، اینجا دقیقا در مقابل مشرک مرد و مشرک زن قرار گرفته و میگوید که هیچ من ندیدم. چند بار همین آیه رو خواندم، قبلا هم البته تعداد زیادی از دفعات خواندم این آیه رو، خیلی هم نگاه کردم، به خصوص بعد از این برنامه‌های اخیر تلویزیونی خیلی نگاه کردم که کجا گفته که اگر زن مشرک دیدی یا مرد مشرک دیدی فورا اول سرشو ببر بعد ازدواج کنه، ها دیدم ندیدم. نتیجتا حکم کشتن در اینجا نداده برای اینها،
به حکم شلاق هم نداده، حبس هم نداده، زندانی هم نداده، حراج اموال هم نداده، هیچ کدام اینها نیست. میگوید که نکاح نکنید با هم، برای اینکه شما نمیتوانید به زندگی ادامه بدهید، چون ارزش های شما با هم متفاوت است. همونطور که سوال کردم، این سوال مطرح میشود، چون گفته است که اینها رو من برای این میگویم که یتفکرون، فکر کنند. اینها رو برای این میگویم که یتذکرون، به یاد بیاورن، متذکر بشوند. چه چیزی رو به یاد بیاریم؟ اختلافات رو، قوانین رو، دستورات رو. به چه چیزی فکر بکنیم؟ به علل فکر بکنیم. علل این که خب اینها که قرآن میگوید آخر ناس هستن، همه اینها همه بچه های خدا هستن، خودش میگه ناس هستن، همه رو گذاشته در یک قوطی، همه رو زیر یک پرچم نگه داشته، پرچم انسان، و میگوید اینها برای این است که تبیین کند آیات خودش رو به ناس، و یبین آیات هیل ناسه، نه اینکه یبین آیات هی دل موحده، که این چیزی نگفته. یا در اهل ایمان من گفتم که فقط خودم روشن میکنم، برای اهل ایمان اگر نباشه چراغا خاموش میکنم، هیچی نشان نمیدم به کافر، به مشرک، به ملحد، میگم در تاریکی بمانید. همچی چیزی نگفته. میگه این نورافکن رو روشن میکنم برای بشریت، دعوت میکنم بشریت رو که ناس یتفکرون، که ناس یتذکرون، که ناس تفکر کنند و ناس تعقل کنند و ناس تذکر بپذیرند. بنابراین این قرآن فقط مال من و تو نیست، اگر ما مؤمن باشیم و موحد باشیم انشاءالله. این قرآن مال ناسه و راجع به ناس صحبت میکنه و میگوید این تفاوتها رو اگر از میان بردارید، عقایدتون رو اگر کنار بذارید، شما همه آدم هستید. چیزی که شما را از هم دور میکنه یا نزدیک میکنه عقایدی است که در رفتار و ارزش‌های رفتاری شما مؤثر واقع میشه. در آغاز تشریح این آیه بسیار بسیار مهم که هم از جنبه‌های انسانی، جنبه‌های اقتصادی، جنبه‌های روانشناسی و جنبه های جامعه شناسی، میشه که جنبه های اخلاقی و معنوی هم میشه که به این آیه نگاه کرد. یکی از آیه های فوق العاده آموزشی و سودمندی است که نعمت الهی و شامل حال همه طلب کنندگانی کرده که به دنبال راه حلی برای رسیدن به یک جامعه متعادل و صلح‌آور زندگی بکنند و مواجه بشوند. در آغاز تشریح این آیه به طور اختصار به مفاهیم چند لغت می‌پردازیم و سپس به تشریح موضوعی این آیه مهم ادامه می دهیم. مجبور هستم که بعضی از واژه ها رو به تفصیل معنی کنم. من در گذشته هم این عادت رو داشتم، بعضی از دوستان توصیه کردن که با این وقت کم نیمی از برنامه سپری می شود که شما یک لغت رو معنی بکنید، و بعد هم می گویید که این 50 معنی داره، یک معنیش رو استفاده می کنید. خب همون یک معنی رو بدید و جان ما رو راحت بکنید، بقیه آیه رو بخونید. شاید هم این کار رو باید بکنیم و مدتی هم هست که همون کار رو می کنیم، 2-3 معنی بیشتر بیان نمی کنیم. ولی بعضی از لغات هست که به صورت چاقو، به صورت اسلحه، به صورت بمب، به صورت یک پدیده آزاردهنده و مخرب در دست دشمنان، دشمن که حالا دشمن آخه یک منفعتی هم باید برای خودش در نظر بگیره، این دشمنانی که با اسلام دشمنی میکنند
از عقل چندانی هم برخوردار نیستند برای اینکه با چی اسلام مبارزه میکنید. اگر با خرافات اسلام مبارزه میکنید که اسلام خرافاتی نداره، با خرافات دارید مبارزه میکنید، خب بکنید. اما خرافه اصلی با خود شماست که خرافه رو به اسلام گره میزنید. درد اصلی شما اونجاست. این گره رو باز کنید، این گره بی منطق رو باز کنید و با منطق پیش بروید و هر چه میخواهید با خرافات، با حماقت، با سفاهت، با وحشت، با بیداد، با ظلم، هر کاری میخواهید انجام بدهید، اینها رو به ارتباط به قرآن ندهید. شما با خرافه مبارزه میکنید، میگویید در ضمن خواستم بگم در یک ساعت گذشته من همه این حرفایی رو که راجع به خرافات میزدم راجع به قرآن میزدم، چون قرآن خرافه است. اون کار رو من عرض میکنم که نکنید. و در واقع کسانی که مستقیما این اتهامات و افتراها رو به قرآن وارد میکنن، خودشون روی درختی نشستند و منطق این درخت رو قطع میکنن و در بیمنطقی سقوط میکنن. اون رو من عرض میکنم که بایستی کمی دقت کرد. این افراد کسانی هستن که در مورد نکاح خیلی خیلی علاقه به صحبت کردن دارن و از فرهنگ معین سخن میگویند، از فرهنگ ده خدا سخن میگویند و از کلماتی استفاده میکنند که اولا در اون فرهنگ ها نیست، اگر هم باشه نویسنده اون فرهنگ ها هم خدا نیستند، نویسنده این قرآن خداست و ما اگر به وسیله این خدایی که این قرآن رو به ما داده، برای مسلمان ها عرض میکنم، اونهایی که مسلمان نیستن راحتن و میتوانند که راحت تر هم باشند. راستی صحبت غیر مسلمان شده اینها، در زمان تنفس در این کامپیوتر اتاق فرمان من دیدم که دوستی گفتند که من قبلا از شما، یعنی از من دعوت کردند که ما مناظره کنیم و هنوز هم ایستادن و منتظر مناظره هستند. نفهمیدم که درباره چی مناظره میکنند. ما اینجا درباره حقانیت قرآن سخن نمیگوییم، ما درباره معنی آیات قرآن سخن میگوییم. در این مورد مناظره میخواهند بکنند که مثلا موحد یعنی کسی که به یک خدا عقیده داره، در این مورد مناظره دارند یا در موردی مناظره دارن که این قرآن کتاب باطلیه و باطل باشه، یا کتاب خوبی نیست، یا کتاب بدی است، کتاب ظلمه. اونها رو اگر که صحبت دارن که بایستی که در هر تلویزیونی که هستند یا در این تلویزیون ترتیبی بدهند که یک وقتی بگیرند و یک زمانی رو داشته باشند و اون زمانی رو که خودشون میگیرن هر طوری میخوان به کار ببندن، نه اینی که بیایند و در یک موردی که ما در اون مورد صحبت نمی کنیم از سرمایه گذاری مردم استفاده بکنند. از کسی که 10 دلار پول میده میگوید 5 دلار اینو به یتیم بده، 5 دلار اینو پول برق استودیو بده. ما نمیاییم که اون پول رو به شما بدهیم که شما به قرآن توهین بکنید، در حالی که اصلا صحبت ما سر قرآن نیست. ما بحث قرآنی که الان در اینجا میکنیم مفاهیم آیات قرآن رو بیان میکنیم. شما اگر اعتراضی دارید روی فیسبوک بنویسید که ما کدام از این لغات قرآن رو اشتباهی معنی کردیم، یاد بگیریم درست کنیم. و الا شما درباره حقانیت قرآن اگه میخواین صحبت بکنید، ما در مورد حقانیت قرآن در این برنامه صحبت نمیکنیم. ما روخانی میکنیم قرآن رو و معنی قرآن رو بیان میکنیم. حالا چه بکنیم؟ از این 5 دلاری که یک شخص به یتیم داده پول اون یتیم رو بدهیم به شما که وقت این تلویزیون رو اشغال بکنید و ثابت بکنید که قرآن کتاب باطلی است، بیایید هر چند ساعتی که لازم دارید وقت بخرید، تشریف بیارید در این استودیو آزاد و امن، بنشینید یک نفره، دو نفره، سه نفره، هر چند نفر که خواستید، هر چه دلتان میخواهد به قرآن و خدا و پیغمبر بگویید، به سلامتی اسکورت میکنیم شما رو، تشریف ببرید سالم به منزل برسید. اما از من نخواهید که از پول یتیم که 10 سنت جمع میشه، این 10 سنت ها غذای یک یتیم رو فراهم میکنه، پول اینها رو جمع بکنیم ساعتی 200 دلار، 300 دلار، 400 دلار این برنامه خرج داره که پخش بشه، که این رو در اختیار شما بگذاریم به یه موضوع نامربوطی که اصلا بحث ما نیست که قرآن خوبه یا بده. هرچه هست قرآن همین است که هست.
شما در مورد این موضوع برنامه که اتفاقا به جایی میرسیم که موضوع نکاح که مورد اختلاف هم هست، معنی نکاح، شما اگر که در مورد این کار اعتراض دارید در این فیسبوک بنویسید که تو اشتباه کردی آقای آقاسی، نکاح معنی این میدهد، تو چون سواد نداری معنی دیگری کردی، خودت رو اصلاح کن. ما هم اگر اشتباه کرده باشیم اصلاح میشیم، اگر هم اشتباه نکرده باشیم به شما تذکر میدیم که ما اشتباه نکردیم. چه احتیاجی به این داره که شما با من به جنگ و مناظره بپردازید در مورد اینکه اسلام دین بدی است یا قرآن دین بدی است یا قرآن خوب است یا بد است یا هر چیز. اون کارها رو هم میپذیریم، آزادی بیان هم دارید، ولی اجازه بدهید که هزینه آزادی بیان شما رو اون یتیم افغانی نپردازه، خودتون بپردازید. باز میگردیم به این آیه که در آغاز تشریح این آیه به صورت بسیار اختصاری مجبور هستم که 5 یا 6 معنای نکاح رو در اینجا بگویم، ادعاهایی هم که در مورد این واژه میشود بگویم و بعد به وسیله همین قرآن و با استدلال به همین آیه و استناد و اتکای به همین آیه اون مفاهیمی رو که برای نکاح از تلویزیون های دیگه یا از گویندگان دیگر شنیدید همه رو باطل اعلام بکنم بر اساس گفته قرآن، چون اونها هم که نکاح رو معنی می کنند در ارتباط با قرآن معنی می کنند. حالا اگر خود قرآن نکاح رو معنی کرده باشه و تعریفی که قرآن از نکاح می کنه تعریفی رو که شما از نکاح کرده اید مردود محسوب بکنه، چه جنگه بر اساس عدالت و بر اساس انصاف و بر اساس منطق باقی می ماند؟ توجه کنید، نکاح به زبان انگلیسی به معنای تایه، and to tie یعنی گره زدن و گره، به معنای دو چیز رو به وسیله گره با هم متصل کردن، و همینطور به معنای ازدواج، به معنای ارتباط، به معنای تعامل جنسی، به معنای کانتکت یا به معنای تماس، یعنی تماس هم نکاح محسوب میشه. ازدواج محسوب میشه و نزدیکی محسوب میشه و گره خوردن محسوب میشه و متصل شدن محسوب میشه به انگلیسی. حالا ریشه نکاح در زبان عربی نکحه، نون و کاف و هی بزرگ، هی جیمی، و اون به معنای به هم پیوستن، در هم آمیختن، آمیزش کردن، تعامل جنسی کردن، پیچیدن، گره زدن و گره خوردن، وصل شدن و وصل کردن، یا اتصال، جفت شدن، ازدواج کردن و چندین لغت فرعی دیگر معنی می دهد. این ریشه 23 بار و در 4 مشتق در قرآن مورد استفاده قرار گرفته. واژه نکاح از ریشه نکاح، یعنی او نکاح کرد، اینطوری ریشه ساختمان زبان عربی رو اینطوری از ثلاثی مجرد میگن، به نظرم از روی اون میسازم. این ریشه 23 بار در 4 شکل مشتق در قرآن مورد استفاده قرار گرفته، در یکی بیشتر از یکی، در یکی از برنامه‌های اخیر تلویزیون ها شنیدم و الا گویندگان دیگری بودند که در برنامه‌های دیگر شاید صدها بار
این تعاریفی که میخوام عرض بکنم در مورد نکاح گفتند که الان متوجه خواهید شد که همه اون تعاریف دروغ و اشتباه بوده است. در یکی از برنامه‌های مسموم و گمراه کننده شبکه‌های تلویزیونی لس آنجلس، فکر می‌کنم اون مال انگلیس بود که در آمریکا هم دیده می‌شد، می‌شنیدم که گوینده می‌گفت نکاح با عرض پوزش فراوان، با شرمندگی فراوان، با عرض پوزش فراوان از همه خانواده‌هایی که صدای من رو می‌شنوند، چون این موضوع مربوط به ناموس قرآن می شود، چون این موضوع مربوط به ناموس قرآن می شود و همه اعتبار قرآن، همه اعتبار قرآن، اگر تعریفی که تا کنون دشمنان قرآن از نکاح کردند صحیح باشد، همه ارزش های قرآن یک جا فرو می ریزد. مگر اینکه ثابت بشود با همین قرآن، نه با حدیث، نه با تعبیر و تفسیر مفسرین، نه با هیچ وسیله خارجی دیگر، در درون همین قرآن باید ثابت بشود که تعریفی که از نکاح کرده اند دروغ بوده است. نشانه نفرت اونها و خصومت اونها و بی‌عدالتی اونها و بی‌تمدنی اونها و بی صداقتی اونها نسبت به قرآن بوده است. و از چند تای همین تلویزیون ها منو اخراج کردند به خاطر اینکه همین حرف هایی رو که الان میخواهم بگویم نتوانم که بگویم. و از شما مردم من سپاسگزار هستم و در مقابل عظمت شما، شمایی که با این مبالغ کم یک چنین انقلابی رو ایجاد کردید و این افتخار و این توفیق و این امکان رو عنایت کردید که بتواند کسی در آمریکا صدای خودش رو رسا به گوش مردم دنیا برساند و بگوید مردم دنیا، این چند سالی که با این تلویزیون هایی که از هر کجا تغذیه می شود اسلام رو به بازی گرفتید، به سخره گرفتید، به تحقیر گرفتید، به استهزا گرفتید، خطا کردید، جفا کردید، خیانت کردید، دانسته یا ندانسته به شرافت خودتون، به انصاف خودتون، به عقل و به منطق کمی که دارید خیانت کردید و دروغ گفتید و قرآن رو به ثمن بخس فروختید و ترجمه واژه نکاح رو اشتباه به مردم گفتید و به زنان مردم توهین کردید. به این لحاظ است که من مجبور هستم آنچه را که شما راجع به نکاح گفته اید با نهایت شرمندگی، که حتی من شرم دارم که توی صورت بیننده نگاه کنم، اما مجبور هستم که لاتعالات شما رو تکرار بکنم. در یکی از برنامه‌های مسموم کننده و گمراه کننده تلویزیونی، بسیاری از برنامه‌ها، بیشتر از یکی، شنیدم که گوینده می گفت نکاح به معنای سوراخ کردن است و ای زنان بدانید که قرآن شما رو به چه روزی در آورده. و من در بخش سوم یا نمیدانم بخش دوم از فکر می کنم بخش دوم تشریح آیه شماره 221 یا هر بخشی که هست در این مورد توضیح بیشتری خواهم داد. اتاق فرمان اگر دقایق کوتاهی به ما تنفس بدهید ما باز می‌گردیم با بیرن.